چقدر خودتون رو دوست دارین؟ چقدر باید خودتون رو دوست داشته باشید؟ اصلا چجوری باید خودمون رو دوست داشته باشیم؟ برای شاد بودن باید خودمون رو دوست داشته باشیم. بیشتر مردم اگر از اونها سوال کنید احتمالا میگن که آره خودمون رو دوست داریم اما به وقتی به رفتاری که با خودمون داریم نگاه کنیم یه جواب دیگه ای ظاهر میشه حقیقت ساده ایه که ما با دیگران مهربونتر از خودمون رفتار میکنیم. من در مورد فشارها یا باورهای جامعه، مذهب، خانواده یا گروه همسالان حرف میزنم که میخوان جور خاصی رفتار کنیم، کار خاصی انجام بدیم یا به ما بقبولونن که باید در دنیایی که ممکنه با خودم واقعیمون جور نباشه حضور داشته باشیم. هر چقدر زمان بیشتری برای همساز کردن خودمون با انتظارات دیگران صرف کنیم علاقه و توجه به خودمون رو بیشتر از دست خواهیم داد اگه واقعا میخوایم خودمون رو دوست داشته باشیم این هفت کار رو انجام ندیم اول اینکه زیاد خودمون رو مقید نکنیم اونایی که خودشون رو دوست دارن میدونن که چه جوری به خیلی از چیزها نبگن بنابراین میتونن به چیزهایی که واقعا براشون مهمه بله هم بگن هرچند دیگران ممکنه سعی کنن مدام ما رو برای موافقت کردن یا مخالفت کردن تحت فشار بذارن اما تعیین حد و حدود برای زمان و انرژیمون علامت خوبی برای دوست داشتن خودمونه از کمک خواستن نترسیم. میدونیم که چه جوری و چه زمانی مسئولیتی رو نپذیریم و میدونیم که مجبور نیستیم برای همه افراد همه چیز باشیم و مجبور نیستیم که همه کارها رو خودمون انجام بدیم. اونقدر خودمون رو دوست داشته باشیم که بدونیم چه زمانی به کمک نیاز داریم یا چه زمانی کمک به دیگران باعث افتخار و حال خوبمون میشه. برای شاد بودن متکی به دیگران نباشیم شادی یک امر درونیه و یه تمرینی برای دوست داشتن خودمون. اگه منتظر شغل ایدئال، دوست ایدئال و یا یک دیدار رومانتیک که توسط دیگری برنامه ریزی شده باشیم خودمون رو همیشه در حال انتظار برای شاد بودن میبینیم. اگه واقعا خودمون رو دوست داریم میدونیم که چه چیزهایی خوشحالمون میکنه. و امور رو طبق میل خودمون پیش میبریم. من یه لیست شادمانی دارم. لیستی از چیزهایی که دوست دارم انجام بدم. مطالعه، پیاده روی، سفر رویایی. هر وقت احساس کنم که شادیم کم شده به لیستم نگاه میکنم و کاری از اونها رو انجام میدم. این به عهده خودمه که تا جایی که ممکنه شادی زندگیم رو خودم تأمین کنم. نمیتونم این کار رو به عهده کس دیگه ای بذارم. خودمون رو با دیگران مقایسه نکنیم. میگن مقایسه دوز لذته و منم موافقم. مقایسه زندگی، شغل و موفقیتمون با دیگری نسخه فاجعه باریه چون ما واقعا خودمون رو دوست داریم. میدونیم که چیزی که توی شبکه های اجتماعی میبینیم نوع دستکاری شده و اغلب فریبنده زندگی دیگرانه ما اطلاع کامل و همه جانبه نداریم و میدونیم که بهتر روی خودمون تمرکز کنیم و دست از مقایسه برداریم در مورد تصمیم گرفته شده هیچ وقت نباید تردید کنیم بعضی ها سریعا تصمیم می گیرن و بعضی دیگه برای مدت طولانی تفکر و حساب کتاب می کنن یکی از راه های دوست داشتن خودمون اینه که تصمیمایی که گرفتیم و نمیتونیم تغییرشون بدیم رو بازبینی نکنیم. اگه انتخاب کردیم که به اسکی بریم و بعد دلمون بخواد که توی سواحل شنی باشیم باید بدونیم که مردد شدیم و نگاهی دوباره به تصمیمی که گرفته شده فقط باعث میشه که احساس بدی نسبت به خودمون پیدا کنیم و از لحظه اسکی لذت نبریم ما از تصمیماتمون درس میگیریم و میتونیم دفعه بعد گزینه متفاوتی رو امتحان کنیم پس وقت و انرژیمون رو صرف بازبینی بیخودی نکنیم بابت وقت گذاشتن برای خودمون نباید احساس گناه کنیم وقتی سوار هواپیما میشیم همیشه به ما یادآوری میکنن که در مواقع اضطراری پیش از کمک به دیگران ماسک اکسیژن خودمون رو برداریم و برای خودمون استفاده کنیم افرادی که خودشون رو دوست دارن این مفهوم رو میفهمن که در زندگی روزمره کاربرد داره که ما برای خودمون باید وقت اختصاص بدیم و کارهایی رو که دوست داریم و باعث تجدید قوامون میشه انجام بدیم این رفتار اصلا خودخواهانه نیست ما اینو میدونیم که وقتی خود مراقبتی در اولویت باشه ما بهترین عمل کرد رو توی هر زمینه ای خواهیم داشت حتی در زمینه ای کمک به دیگران من اگه از کمک به دیگران خوشحال میشم این شادی دوباره به خودم برمیگرده خودمون رو بابت اشتباهی که مرتکب میشیم سرزنش نکنیم ما خودمون رو میبخشیم همونطور که دیگران رو بابت اشتباهاشون میبخشیم خیلی از افراد فشار زیادی به خودشون میارن که کامل باشن بعد اگه نتونستن کامل و بی باشن خودشون رو سرزنش میکنن اما ما اینطور نیستیم چون خودمون رو دوست داریم میدونیم که انسانیم و میتونیم از اشتباهاتمون درس بگیریم روزنه امید رو از عبرت هایی میگیریم که پیدا کردیم و حرکت میکنیم به جای ملامت خودمون بابت چیزی که مربوط به گذشته است خودمون رو میبخشیم فقط ازش درس میگیریم و روی آینده تمرکز میکنیم چون خودمون رو دوست داریم اینو هم میدونیم که گاه و بیگاه این موارد گفته شده و این وقتایی رو انجام میدیم و نکته شماره هفت رو یادتون داشته باشید یعنی چی؟ یعنی خودتون رو بابت اشتباهی که مرتکب شدید سرزنش نکنید بهترین شکل دوست داشتن خودمون خداگاهیه اینکه متوجه باشیم چه زمانی با خودمون نامهربانیم و شریعت رو تغییر بدیم. دوست داشتن خودمون به این معنی نیست که ما کامل هستیم. یعنی از خودمون مراقبت میکنیم با خودمون مهربانیم و هر روز به بهترین شکل که توی توان ما هست توی دنیا حاضر میشیم. لطفا خودتون رو همیشه دوست داشته باشین چون شما لایق دوست داشتن هستید. اگر از این ویدیو خوشتون اومده لطفا لایکش کنید و کانال ما رو حتما برای ویدیوهای بیشتر سابسکرایب کنید